همزمان با آن بیداری اسلامی ایجاد شده در منطقه بیش از هر زمان دیگر نیاز به یک مکتب جایگزین را ضروری می‌سازد. این بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی ایران است تا الگوی خود با محوریت خدا در شئون زندگی را طراحی و به جهان عرضه کند. ما اگر نریم زیر دخم اقتصاد پول مبنا و مدل و مکتب دیگه رو جایگزین نکنیم، حتما تو 5 سال آینده وضعیت نظام رو بدتر خواهد شد. امروز که من اینجا خدمت شما نشستم این بحث رو میگم، نمیگیم بشود، میگویم آقا طرحهای جایگزین تو این زمینه تهیه شده و اینکه اقتصاد قرآنی برکت مبنا به جای اقتصاد مدرن پول مبنا که در اون ما به جای اینکه سازوکارها رو دو مفهوم قرآنی سه مفهوم قرآنی داریم، خلت، انفاق و برکت که توی بقره میاد قبل از آیت الکرسی، اینکه شما یک معامله دارید، یک مبادله دارید، یک مبایعه، معامله بایستی به خلتی انجامه، رابطه دوستی و خلیل بودن ایجاد کنه، معامله بایستی به انفاق بی انجامه، طبیعتا مبایعه یا بیع شما برکت توش در میاد. اگر این سه عنصر رو حذف کردید، حتما سازوکار معامله شما ماهیت ربا پیدا میکنه به هر شکلی از هر زاویه وارد بشه. سر این قضايا بعد فردا نمیشه جایگزین کرد، در دوره گذار هم ما نیاز به بانک داریم. راه مواجهه با شیطان چیه؟ راهی که انبیا و ائمه به ما نشون دادن، حفظ خود. اگر جمهوری اسلامی خودش رو حفظ کنه و جمهوری اسلامی حفظ بشود، خود به خود ایالات متحده، اروپا، کل کفر نابود میشه. برای مواجهه با کفر و مواجهه با باطل لازم نیست برید به جنگش، کافیه جمهوری اسلامی رو حفظ کنید. یه هر کنید دوستان به دیگرم که جناب آمد و رفته در نشستم یه راه بودی برمید فرمود مطلق عدالت یاده نشده، نه فرمود نسبی. خب شیطان میترسه یه بار اینا ساده حکومت دیگه شروع کردن دوله کنید یه عدالت یاده نشده مطلق. اوضاع جهان نشان دهنده آن است که دو جبهه نور و ظلمات به سرعت در حال جدا شدن از هم میباشند. این بدان معناست که در آینده نه چندان دور دیگر ابهامی بین حق و باطل وجود نخواهد داشت. این همان هدفی بود که انبیا و اولیا در پی ایجاد آن بودند. به همین دلیل اهریمنان صهیونیست به همراه اقبال شدگانشان به منظور جایگزین کردن مکتب جهانی مورد نظر یهود در حال برنامه ریزی جهت وارد کردن دنیا به یک جنگ جهانی می باشند. فکر می کنید آنها بتوانند این آرزویشان را محقق کنند، یا اینکه شاهد برپایی جبهه متحد اسلامی در آینده نزدیک هستید؟ ما اگر نریم زیر دخم اقتصاد پول مبنا و مدل و مکتب دیگه رو جایگزین نکنیم، حتما تو 5 سال آینده وضعیت نظام رو بدتر خواهد شد.